بخش ششم و آخر گفتار عمومی 163 بام خودمون رو در مورد خشونت اجتماعی اینجا ادامه ما از گروه های قربانی صحبت کردیم و به صورت خیلی خلاصه گفتیم که گروه های قربانی خشونت اجتماعی که مستاخاش رو هم ما اینجا بحث کردیم در موردشون گروه هایی هستند که اینها یا نمیتونن یا نمیخوان تن بدن به هنجارهایی که جامعه مدرن ساخته و میخواد که همه افراد بر اساس این هنجارها زندگی بکنن مثلا الان فرض بکنید در کشورهای توسعه یافته چهل سال کار تعیین کردن که افراد باید چهل سال کار بکنن خب کسانی که کارشون رو دوست دارن تمام عمر کار میکنن و میگن خب چه اشکالی داره آدم باید کار کنه کار کردن خیلی چیز خوبیه ولی تصور کنید که کارتون رو دوست نداشته باشید تصور کنید که شما یک کارگر هستید که باید ساعت پنج صبح از خواب بلند شید و با سختی بسیار زیادی یک ساعت دو ساعت توی یک ترافیک خیلی سختی باشید تا به یک محل کار برسید و در محل کارم یک کاری بکنید که هیچ خلاقیت درش نیست فقط تکراره مثل یک مهره هستید شما و هیچ نوع روابط رو 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 انسانی وجود نداره بعد همه با هم رقابت دارن همه برای همدیگه میزنن پرونده سازی میکنن علیه همدیگه بدگویی میکنن و غیره و این محیط بسیار آلوده رو باید تحمل کنه و آلودگی خود محیط هم به این اضافه بشه در یک کارخونه کثیف آلوده و غیره و بعد هشت ساعت در اونجا بمونه یک سری بدون اینکه اصلا بفهمه یک چیزی سری بخوره و بعد باز کار کنه حتی اضافه کاری مجبور شه بکنه برای اینکه بتونه تامین کنه نیازهای حداقلی خودشو و بعد هم خسته و کوفته و یک بدن تخریب شده به خونه برگرده و بعد بیفته جلوی تلویزیون و یک غذای هم بخوره که بتونه به زندگیش ادامه بده یعنی یک جوری فقط بتونه زنده بمونه همچین آدمی کار کردن برایش هیچ نوع لذتی در بر نداره چرا در جوامع الان توسعه یافته شما وقتی میرید شبکه شبکه های اجتماعی وقتی میرید تو تلویزیون اینقدر آگهی ای میبینید برای ثروتمند شدن برای اینکه بدون درز سر بدون کار بدون تحصیل بدون هر چیزی ثروتمند بشید چرا بلیت های بخت آزمایی لوتو ها و این قره های بزرگ با چک های بزرگی که احتمال برنده شدن در حتی یک در ده میلیون هم نیست اینقدر فروش داره به خاطر اینکه آدم میخوان از این سرنوشت جهنمی خودشون رو نجات بدن این سرنوشت جهنمی حالا چطور خودش رو اعمال میکنه ما مصادیقش رو گفتیم فرایندهای اعمالش رو باید بگیم چطوری میتونه تداوم پیدا کنه این سوال همیشه میتونه مطرح باشه چطور آدم ها حاضر میشن این همه عذاب رو بپذیرن این همه ملالت رو بپذیرن این همه بیرحمی رو بپذیرن تبدیل شدن بیرحمی رو به یک روند اجتماعی تحمل کنن و سکوت کنن حتی اگر سکوت هم نمیکنن اگر اعتراض هایی هم میکنن این اعتراض ها رو در اشکال مناسکی انجام بدن و جایی انجام بدن که از قبل پیش بینی شده و براشون تدارک دیده شده و بنابراین به هیچ کسی ضربه ای نخوره ما فرایندهایی داریم که این فرایندها برای همین در جامعه مدرن به وجود میان و اینها فرایندهایی هایی هستند که به نوعی میتونیم بگیم خشونت رو امکان پذیر میکنن و خشونت رو به صورتی در میارن که ایجاد تنش اجتماعی نکنه یعنی ایجاد واکنش نکنه چون واکنش اگر ایجاد کنه چه اتفاقی میفته این است که خشونت در یک چرخه باطل میرسه به تخریب کل سیستم اگر این اتفاق نیفته ما فرایندهایی رو داریم از جمله از مهمترینش فرایندی که باید بهش گفت فرایند عادیسازی یا نرمالیزاسیون ناهنجارمندی یعنی چی یعنی اینکه ما همه چیزهایی رو که اتفاق میفته اینها رو بدیهی فرض کنیم و به خودمون و به دیگران نشون بدیم که اینا بدیهیه اصلا باید اینجور باشه ما جور دیگه هم میتونه باشه همه چیز هم نفی کنیم تاریخ رو نفی کنیم تجربه رو نفی کنیم عقل سلیم رو نفی بکنیم مثلا اگر کسی بیاد بگه آیا این طبیعیه که شما مثلا باید به زحمت خودتون از خواب بیدار کنید ساعت چهار صبح و بعد خواب آلود اصلا بدنتون به شما اعلام میکنه که من آمادگی ندارم در این ساعت برم و کار کنم به زور قهوه و به زور هزار چیز مختلف خودتون رو سر کنید و بعد برید در یک اتوبوس شلوغ یک مترو شلوغ و برید سر کار و بعد یک کار واقعا بیهوده یه کاری که هیچ لذتی به شما نمیده و به من تنها لذتی که شما دارید این است که آخر هفته ای از راه برسه که یه روز دو روز اون کار رو نکنید ولی این رو عادی کنه بگه خب اصلا همینه زندگی همیشه همین بوده زندگی اصلا چیزی به جز این نیست خب این اونقدر در شما عادی بشه که دوچار همون چیز میشید که تو اینجا باید به مارکس اشاره کنیم و بعضی از مفاهیم مارکس کاملا درسته همون چیزی که بهش میگفت مارکس از خود بیگانگی منتها در یک مفهوم عام حالا لزوما من اون چیزی که مارکس میگه در اون تعریف محدودی که میکنه نمیبذاریم ولی این همونه اینا از خود بیگانه یعنی همین یعنی اینکه فرد به اون چیزی که تولید میکنه ربطی نداره بهره ای ازش نمیبره لذتی ازش نمیبره باز به زبان فوکو اروتیسمی در این کار وجود نداره همونطور که فوکو میگه چطوری مثلا اروتیسم در تحصیل در شناخت از بین میره و تبدیل میشه به یک زوری که در تحصیل وجود داره در تدریس وجود داره در دانشگاه وجود داره و کاملا شناخت رو و لذتی رو که در شناخت داره از بین میبره در حالی که ما میدونیم شناخت چقدر لذت بخشه چقدر میتونه به انسانها امید بده چقدر میتونه به انسان برای زندگی انگیزه بده فرایند دیگه بیهس کردن اجتماعی ببینید بیهسی چیه؟ شما یک وقتی هست که ما مثلا نسبت یک پدیده انزجار برانگیز واکنش نشون میدیم مثلا یک چیزی رو انزجار برانگیز میدونیم مثلا یک حشره رو مثلا کسافت رو مثلا تمیز نبودن رو مثلا نامرتب بودن رو مثلا هر چیزی اینها هم یک منطقی داره همینجوری نیست که مثلا فرض بکنید ما بگیم خب حشره که چیزی نیست خب نباید ازش مثلا منزجر بود یا مثلا کثیف بودن مسئله نیست اینطور نیست مسائلی وجود داره که اینها منزجر کننده از اینها ایجاد به صلاح یک نوع حس منفی میکنه ولی بیهس کردن یعنی چی؟ دقیقا هم عکس اینه وقتی که ما دیگه مثلا اونقدر کثیف بشیم که دیگه اصلا حساسیت اون نسبت به کسافت از دست بدیم داوید رو در کتاب انسانشناسی درد میگه گروهی از کسانی که ما میبینیم مثلا تو خیابونا گدایان خیابانی اینها اونقدر کثیف میشن اونقدر درد میکشن اونقدر بدنشون تخریب میشه که دیگه اصلا رابطهشون با درد تغییر میکنه دیگه درد احساس نمیکنه اصلا چرا برای که عادت کرده اصلا این درد شده بخش از بدنش دیگه حس نمیکنه چیزی رو بنابراین این بیحس کردن یک فرایند بسیار مهمه فرایند دیگه مسئله نامرئی کردن خشونته یعنی ما این رو که یک کسی رو به زور از رخت خواب میکشن بیرون ساعت چهار صبح و به زور میکننش تو مترو و به زور میبرنش سر کار یک خشونت وحشتناکه ولی این خشونت رو ما در قالب کسی که با زور باتون بیادین و بکشه بیرون و بندازش به مترو از اون بر بکشش بیرون و بندازش سر کار نمیبینیم بلکه اون خودش این کار رو میکنه خشونت رو درونی کرده این خشونت نمادین که بردی و میگه همینه این رو درونی کرده خودش انجام میده و دیگه ما نمیبینیم این رو ما چیزی رو که میبینیم این هست که این فرد میره سر کار و حالا البته الان مثلا میبینیم این ملال رو در اون فردی که به زور داره میره سر کار و ولی ما میدونیم در فیلم های که مثلا اون زمان استالین می ساختن اصلا اینجوری نبود نشون میداد چقدر کارگران با خوشحالی دارن میرن سر کار رو با خوشحالی برمیگردن هیتلر که مثل همین فیلم ها رو در مورد اردوگاه مرگ ساخته بود و شما میدید اردوگاه مرگ مثل تفریگاه هایی هستش که همه توش دارن میگن میخندن موسیقی اجرا میکنن و از زندگی لذت میبرن خب این یک پروپاگاند بود ولی واقعیت قضیه این یک خشونته که به صورت های مختلف نامرئی بشه و دیده نشه و هنجارمند کردن خشونت که این هم یک نوع راه حلی است که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم خب من اینجا یک لیستی از اون چیزهایی که میتونیم به عنوان راه حل مطرح کنیم رو مطرح میکنم و در مورد هر کدوم از اینها ما صحبت کردیم و در جای دیگه و فقط من میخوام بگم, بگم که راه حل ها وجود داره اون چیزی که لفف بهش میگه ما بعد از انقلاب صنعتی نیاز به یک انقلاب شهری داشتیم که انجام نشد تا ما بتونیم با شهر انتباه پیدا کنیم چرا چون منافع سرمایه داری فقط در این بود که انقلاب صنعتی خودش رو انجام بده نه اینکه مردم رو با شهر که یک فرم جدید زیستی هست آشنا بده ما میتونیم به طرف مینیمالیسم بریم در مورد مینیمالیسم من صحبت کردم در جلساتی که داشتیم در مورد خوشبختی در سمینار هفته که داشتیم ما میتونیم به طرف توسعه صفر یا منفی بریم یعنی توسعه رو در یک جای متوقف کنیم و به کیفیت بپردازیم و اینقدر به طرف کمیت بیشتر و بیشتر نریم تا خودمون و دیگران رو اینقدر دچار عذاب نکنیم در اقتصاد میتونیم به طرف اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراتی بریم که اصل رو بر توضیح و بر اینکه عدالت اجتماعی ایجاد بشه و انسان ها اینقدر در رقابت با هم نباشن قرار بده در سیستم های سیاسی به طرف پراکنش و تمرکز زدایی از قدرت سیاسی و چرخش نخبگان سیاسی و کنشگران سیاسی بریم در مسئله سازماندهی اجتماعی میتونیم به طرف سازمان های مدنی غیر انتفاعی بریم میتونیم به طرف این بریم که سرمایه فرهنگی رو نسبت به سرمایه های مادی و پولی دارای ارزش بیشتر اجتماعی بکنیم دارای ارزش بیشتر نمادین بکنیم میتونیم به طرف تغییر نظام ارزشی جامعه بریم از طریق دخالت در نظام های تربیتی میتونیم بریم به طرف سیستم های ایجابی به جای سیستم های ترد که الان در همه جا وجود داره میتونیم بریم به طرف سیستم های دیالوژیک یعنی سیستم های گفتگویی یعنی به جای اینکه کنشگران اجتماعی رو رو در روی هم قرار بدیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم نشون بدیم که اینها میتونن با هم زندگی کنن میتونیم بریم به طرف اون چیزی که بهش لوفف میگه حق به شهر. اون چی هستش که ساخت و سازهای شهری رو تغییر بدیم از این کلیشه سازی زیستگاه ها جلوگیری کنیم که آدم ها رو بکنیم توی سوراخ هایی که همش شبیه همدیگه است و حتی امروز دیگه حتی رنگ رو هم ما از اینها حذف کردیم تنوع رو هم حذف کردیم و غیره اینکه ایجاد شهرک های کوچک زیستی بکنیم اینکه محله ها رو بازسازی کنیم بهشون هویت برگردونیم بهشون هویت بدیم اگر حتی هویتی ندارن خاطره رو در اینها زیاد کنیم مکانهای خاطره رو زیاد کنیم خلاقیت رو در شهر زیاد کنیم هنر رو در شهر به حد اکثر ممکن برسونیم و در زندگی به حد اکثر ممکن برسونیم اون چیزی که هانا آرنت بهش میگه به صلاح زندگی فعال در این هست که خودش رو تعریف میکنه و از همه چی مهمتر هست در زندگی میتونیم شهر پیاده رو به وجود بیاریم شهر نزدیک رو به وجود بیاریم روابط ترکیبی در شهر به وجود بیاریم روابط کارکردی متعدد به وجود بیاریم نه روابطی که صرفا روی یک کارکرد تمرکز ایجاد کردن میتونیم ما شهر رو بهش تنوعی بدیم که آدم ها از زندگی کردن در اون لذت ببرند زیباسازی شهری رو هدف مهمی در شهر قرار بدیم همونقدر هدف مهم که به زندگی اهمیت میدیم ما میتونیم به انسان ها بگیم که به جای اینکه دائما بر طول عمرشون اضافه کنن به میزان مصرفشون اضافه کنن به کیفیت زندگیشون فکر بکنن و کیفیت زندگی رو بهتر کنن دیگر دوستی رو بیشتر ببینن اینکه همه آدم که در جهان هستن اگر بهتر زندگی کنن اونها هم خوشبختتر زندگی میکنن ولی وقتی که اینقدر تفاوت و نابرابری وجود داره چه در خود این کشورهای توسعه یافته چه در کشورهای در حال توسعه هرگز کسی نمیتونه خوشبختی واقعی رو تجربه بکنه و اینکه بتونیم بفهمیم که جهان در حال تغییره جهان داره وارد انقلاب اطلاعاتی شده و این انقلاب اطلاعاتی در آینده فرم دیگه ای رو به زندگی ما میده که این فرم دیگه رو باید بتونیم بشناسیم تا بتونیم زندگی خودمون رو از موقعیتی که در حال حاضر داره و یک موقعیتی است که در اون زجر و درد اصل رو ایجاد کنند خارج کن